سپاسگزارم. با درود به دوستان و عزیزانی که در اینجا و در این جشن نوروزی حضور دارند و با درود به هم میهنانم در هر کجای جهان که اندیشه و کرداری نوروزی دارند. این فرویس نویسیا، فرویس نوروز فست، ونشیش آلن، دی نوروز به عنوان نمادی از فرهنگ ایرانی که در حوزه بسیار گسترده تری از جغرافیای امروز ایران با رسم و آینهای رنگارنگ جشن گرفته می شود یکی از بارزه های اساسی وحدت و همبستگی ایرانیان است که با برجسته کردن شادی و سرور و سربلندی برای ما ماهیت و منش یگانه ای را از دیربازهای دور و تا آینده های تصور ناپذیر به وجود آورده است که رو این تنانه از گزند هر آسیبی در امان مانده است و خواهد ماند به سخن دیگر منش و هویت ایرانی برخلاف آنچه که هویت اروپایی را ساخت تنها وابسته به ایجاد یک پارچگی سرزمینی نیست که در پیایند و برایند خود به تشکیل کشورهای این قاره انجامید بلکه بیشتر از آن منش و هویت ایرانی ساخته و پرداخته فرهنگی است که به یک پارچگی سرزمینی ما استواری و پایندگی بخشیده است به سخن دیگر در اروپا نخست واحدهای جغرافیایی به صورت کشورهای گوناگون پدید آمدند و آنگاه کار هویت سازی چنان سرانجامی گرفت که در دورانی بسیار دراز برای بقای خود به ناگزیر میبایست بر تبل برتری نژادی و دینی بکوبد که همگان از داستان اندوهبار نتایج آن آگاه هستند اما در تمدن و شهروندی ایرانی، درست برعکس روندی که در اروپا صورت گرفته بود، این فرهنگ بود و پویایی فرهنگی بود که همبستگی ملی را ساخت و پرداخت و در تاریخ کشوری با نام ایران را به یادگار گذاشت که با همه گوناگونی زبانی و آینی، همگنی و همسانی فرهنگی آن، چونان چتری همه ساکنان این حوزه فرهنگی را به زیر خود گرد آورده است از همین روز که آخوند و اندیشه آخوندی برای بزانو درآوردن ایران و ایرانی بیش از هر مهاجم دیگری به فرهنگ ایرانی دشمنی ورزیده و میورزد و برای نابودی آن از هزار و چندین صد سال پیش از این روزی نبوده است که فریب و نیرنگی در کار نکرده باشد و در خیال خام خود ترهی در نیانداخته باشد اما تا همکنون همه این تلاش ها همه این تلاش های براستی مذبوحانه و نقشه های شوم و سیاه جز ترهی بر آب نبوده است حیات زودگذر حتی یک خباب را نداشتند بنابراین نفس برگزاری نوروز و گرامی داشت آینهای وابسته به آن خود یکی از برجسته ترین شیوه های مقاومت و مبارزه با آخوندی است که جز ویرانی ایران و ایرانی را در سر نمی پرورد. من درود می فرستم به دوستان و عزیزانی که با کوشش فراوان این جشن نوروزی امروز و در اینجا را بر پای داشتند و سپاس گذارم برای دعوتی که از من در این جشن با شکوه کردند <applause> کوتا به بارزه ارزشمند و بایسته دیگری از نوروز اشاره می کنم و در می گذارم. نوروز در کنار و همراه با به وجود آوردن حس نیرومند همبستگی و پیوند میان ایرانیان و میان همه آنانی که در حوزه فرهنگ ایران میزیند آموزگار بزرگ مبارزه همیشگی است با بیداد با نادانی با خرابی با خرافه و بیماری با اندوه و ندبه و خاری آنگونه که فرزانه بزرگ توس در شاهنامه و دادنامه سترگ خود روایت می کند نوروز یادگاری است از دوران جمشید که پیامد مبارزه ستودنی و آموزنده بوده است برای از میان بردن بیکاری، ناداری و ناتوانی ریشهکن کردن بیماری های گوناگون، گسترش خرد و صنعت، نهادینه کردن شادی و پراکنده کردن بوی خوش و برپایی رفاه و خیر همگانی در شاهنامه آمده است چون کارهای وی آمد به جای ز جای مهی برتر آورد پای جهان انجمن شد بر تخت او از آن بر شده فره بخت او به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند بزرگان به شادی بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند چنین جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار باری نوروز در حقیقت همین جان مبارزه برای رفاه و نیکبختی همگانی و بس هر روزی که با مشعل خرد در برابر لشکر اندوک و غم ایستاده باشیم آن روز نوروز ماست هرگاه با گذشتن از جان و مال به پیکار با ناداری و بهرهکشی برخواسته باشیم آن روز نوروز ماست هر زمان و دوره که با لشکر نور به صف تاریک اندیشان خراف بر پرور برخواسته باشیم آن زمان نوروز ماست هر ساعتی که با جامعه نیکو و آراسته در برابر تیلسان ابلیسی و کثیف آخوندی ایستاده باشیم آن ساعت نوروز ماست بیهوده نیست که مردمان ساکن ایران با هر آیین و مسلک و باوری که داشته و دارند در درازای تاریخ توانستند با سپر نفوذ ناپذیر فرهنگ که هیچ تیر و توپ و بر آن کارگر نیست همه رورش های بیشمار همه وحشیان تاریخ را به هیچ و پوچ تبدیل کند دوره در تاریخ این سرزمین نیست که پرچم مبارزه علیه آخوند و تیر روزی و ستم و بیداد فرو افتاده باشد مقاومت امروز ایران در همه پهنای ایران و در سراسر جهان دنباله همین نبرد تاریخی است. آنانی که امروز با دستان خالی دشمن خونخار زن ستیز کودک کش ایران و ایرانی ستیز حکومت اسلامی و پشتیبانان منطقی و جهانی آن را به زانو در آورده اند خاطره ملی مقاومت ایران علیه بیداد و ستم و خرافند هر شاخی که از درخت تنومند این مقاومت بر خاک افتاده است تنها بذر زندگانی بر زمین پخش کرده است که از آن درخت تنومند پربار دیگری رویده است چرا که این درخت درخت زندگی درخت رویش و درخت، و درختی است که سیمرغ بر آن آشیان دارد سیمرغی که پرورنده نوزادی است که هیچ چکس در دادنامه فرزانه توس و در فرهنگ ایران زمین نشانی از مرگ وی نمییابد چرا که بر تن روئین زندگی چرا که بر تن روئین زندگی به چشم به کوری چشم آخوند سیاه اندیش بد کردار اهریمن خوی تیر مرگ اثر ندارد من از همین جا به همه مبارزان راه آزادی که با گذشت از جان خود جان بهاری را در سرزمینمان می پراکنند درود می فرستم بیش از همه به هم میهنان آزادم که در کمپ اشرف و لیبرتی با مقاومت و پیکار خود آفریننده جان و جهانی دیگر هستند درود میفرستم سخنی به گذاف نیست اگر میگوییم که مبارزه و تنها مبارزه نفس و نفس زندگی است و راست است و درست است اگر میگوییم هر روزتان نوروز و آرزوی دیر و دور نیست اگر میگوییم اگر میخوانیم اگر که فریاد بر میکشیم نوروزتان پیروز سخنانم را با سروده کوتاه که درباره نوروز نوشتم به پایان میبرم نوروز روز عهد با فرهنگ ایران است هنگام رقص شادی در هر کود و میدان است نوروز روز راستی پاکی و پیمان است بادا به لب سبوی میتر بزم یاران است ختم هرمان است دوستان جان جهان نوروز همبستگی و مبارزه و شادی است باز هم به کوری چشم آخوند زنده باد همبستگی زنده باد مبارزه و زنده باد شادی هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز سپاس گزارم